بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد و على محمد كما صليت على ابراهيم و على ابراهيم انك حميد مجید و بارك على محمد و على محمد كما باركت على ابراهيم و على ابراهيم انك حميد مجید عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف الله متعال هر روز و لحظه زندگیتان زیباتر از روزها و لحظه های گذشته آن سپری گردد الله رو بینهایت سپاس از اینکه بار دیگر بر ما منت نهاد تا در یکی دیگر از برنامه های حق ستیز و حق شناس در خدمت شما خوبان و سروران باشیم در معیت حضرت ما نبدالقدوسه دهقان در آغاز از طرف خودم و به دیگر شما خوبان و سروران عرض سلام دارم و ادب و احترام به خوش آمد میگم حضور حضرت بانا رو در برنامه خودشان خوش آمدید حضرت بانا من در خدمت جناب علی و تمامی بینندگان حضیث و عرض در ادب و سلام دارم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب علی انشالله خواهم بود با مبحثی دیگر از مباحث کتاب مختصر من السلم خدمت از ماست حضرت بانا بینندگانی که در قسمت های گذشته برنامه خودشون حق تیز و حق شناس رو همراهی کردن به خاطر دارن که ما در اولین قسمت از این برنامه خدمت شما عزیزان عرض کردیم که این برنامه با محوریت بررسی کتاب منهاج کرامی شیخ هلی شیعی و پاسخ شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب منهاج و سنب ایشان با این محوریت این برنامه ادامه پیدا خواهد کرد و به قرائت کتاب مختصر منهاج السنه میپردازیم در این برنامه البته با مختصری بر مختصر منهاج السنه چکیده ای این کتاب رو خدمت شما عزیزان حضرت مانانا بیان می‌دارند در هر برنامه کتاب مختصر منهاج السنه رو عزیزان میتونید از سایت عقیده یا همون سایت قلم دریافت بکنید کتابی که ما در محور این برنامه قرار دادیم مختصر منهاج السنه شیخ الاسلام اموالم احمد ابن تیمی رحمت الله علیه با اختصار شیخ عبدالله غنیمان است که با ترجمه شیخ اسحاق دبیری رحمه الله در سایت عقیده موجود است این کتاب رو عزیزان میتونید به زبان فارسی دریافت بکنید و مطالعه بکنید این کتاب ترجمه فارسی کتاب مختصر منهاج است که شیخ عبدالله غنیمان ترجمه کرده و اسحاق دبیری رحمت الله علیه این رو ترجمه کردن به زبان فارسی در برنامه گذشته و برنامه های گذشته به همراه شما عزیزان در میت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان مقدمه کتاب منهاج الکرامه و پاسخهایی که شیخ الاسلام ابن تیمیه به این مقدمه داشتن رو قرائت کردیم و پیش رفتیم و در برنامه امروز با ادامه این مسیر در خدمت حضرت مولانا خواهیم حضرت مولانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی و صحبه اجمعین جلسه گذشته که خدمت شما و بینندگان عزیز و عرجمند بودیم مقدمه کتاب منهاج الکرامه رو مطالبی رو که آقای هلی حق سیتیز گفته بود و پاسخهایی از شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه رو برای بینندگان عزیز بیان کردیم گرچه بنای ما در طرح این مسائل اختصار هست منطقه اختصاری که مثلا مخل نباشد سعی می کنیم که لب و اصل موضوع رو به صورت و رفته و خیلی مختصر که قابل فهم و درک باشه انشالله خدمت بینندگان عزیز ارائه بدهیم آقای هلی در کتاب منهاج الکرامه خودشون بعد از این مقدمه یک مطلب دیگری رو بیان کرده به عنوان فصل اول این اولین فصلی که در کتاب خودشون منهاج الکرامه بیان کرده ای این عنوانش این است نقل المذاهب فی هذه المساله اه، یعنی اه، نقل مذاهب به صورت کلی یعنی مذاهب شیعه و مذاهب اهل سنت در مورد این مسئله مسئله ای که مورد اختلاف هست و آقای هلی میخواد اثباتش بکند بحث امامت منسوسه ای ایمه دوازدهگانه شیعه, شیعه است. مه. و در مقدمه خودش یعنی در اولین باب بعد از مقدمه میخواد که یک مختصری رو و دورنمایی رو از عقیده اهل سنت و و عقیده شیعه در مورد مسئله امامت بیان بکنه اما ظاهرا آقای هلی گمان نمی کرده که کسی که یک مقدار از خود آقای حلی سوادش و افق دیدش گسترده تر باشد این کتاب را مطالعه بکند فکر میکرده همه کسانی که این کتاب را مطالعه میکنند جاهلتر از خودش هستند بین خاطر اومده در اینجا در مقدمه به صورتی کلیگویی هایی که به هیچ عنوان نه از نظر عقلی و نه از نظر عقل نقلی و استدلالی موردی رو نداره نمیتواند که بیانگر واقعیت باشه این مسائل رو آمرده بعضی رو به شیعه نسبت داده و بعضی رو به اهل سنت و جماعت نسبت داده نه نقلش از شیعه نقل دقیق و صحیح و سریحی هست یعنی حتی از شیعه حتی سی هم مسائلی را که بیان می کند در مقابل اهل سنت و جماعت اونها یعنی بسیاری از این مسائل نزد شیعه متفق علیه نیستند <applause> یعنی جز مشخصه های مذهب شیعه اسناشری نیستند که اینها رو ما جز به اصطلاح محاسن مذهب شیعه حساب بکنیم و عکسش را بیایم جزء مساوی و بدی های مذاهب دیگر این مذاهب اهل سنت و الجماعت در واقع اینها را بیان بکنیم به معروف کسی که یک طرفه یک جانبه بره پیش قاضی راضی برمیگرده ایشون آمدند اون گونه که خودشون خواستند مذهب شیعه رو و مذهب اهل سنت و جماعت رو به تصویر کشیدند برای فردی مانند مثلا اون گونه خودش تصویر کرده سلطان خداونده که از دلایل عقلی و نقلی متاسفانه چیزی بهری نبرده بوده و فریب این کلیگویی ها و این تصویر نادرست و خلاف واقعی را که آقای هلی براشون کشیده بوده فریب این را خوردن من در ابتدا این به اصطلاح طرح آقای هلی را خدمت بینندگان عزیز من معرفی میکنم که هم شیعه شنونده ما هستند و بیننده ما هستند و هم اهل سنت و من گمان میکنم که رد بر این کلام هلی فقط این اندازش کافی هست که بینندگان عزیز ما هم شیعه و هم سنی کلام هلی را بشنوند همین, همین به نظر من کافی هست برای رد به کلام آقای هیلی نه این کلام را شیعه باور می کند و نه اهل سنت و جماعت زیرا که شیعه هم مذهب خودش رو میشناسد و اهل سنت هم مذهب خودشون رو میشناسند اگر شیایانی باشند که واقعا از مذاهب اهل سنت و جماعت اطلاعی داشته باشند خب قطعا این حرفی رو که آقای هلی زده این رو باور نمی کنند. و اگر اطلاع هم نداشته باشند یک مقداری در بخشش رو ما خلاصه این مطالب رو خدمت بینندگان عزیز بیان می‌کنیم که تا اینکه اصل قضیه واضح و آشکار باشه بنام. این کتاب منهاج السنه چی منهاج الکرامه هست که من مقدمه آقای هلی رو و تصویری رو از مذهب شیعه کشیده و تصویری رو دوباره از مذهب اهل سنت و جمعت کشیده خدمت بینندگان عزیز قرائت می‌کنم در آغاز فصل اول میگه الفصل الاول فی نقل المذاهب فی هذه المساله دیدگاه مذاهب در مورد مسئله امامت, و امامت هم که به مطلق امامت و رهبری نیست بلکه از دیدگاهی امامت منسوسه از جانب الله و رسول بر امامت اصناعشر تا قیامت هست دوازده امامی که از طرف امام. الله مطال اینها انتخاب شدن تا امامت داشته باشن تا قیامت ذهبت الامامیه تو خودش این مشخص ایک منظور از این امامیه یعنی شیعان اصناعشری هست إلى أن الله تعالى شيئان إسناشري معتقدا أن الله تعالى عدل الله تعالى عادل هست الحكيم حكيم هست بانه. لا يفعل قبيحا كار رو انجام اون رو قبيح هست. الله انجام ولا به بواجب چیزی رو که بر الله متعال واجب هست که البته اگر این وجوب رو ثابت بکنیم یعنی خودش یک بحث جداگانه هست اون ماریدی رو که الله متعال بر خودش واجب کرده یه چیزهایی که شیعه با عقل خودشون بر شیعه بر الله متعال واجب میکنن به هر صورت الله متعال اخلال به واجب نمی کند یعنی وظیفه رو که الله داره چیزی رو که بر الله واجب هست اونو دقیقاً انجام وأن أفعاله إنما اتقوا لغرز صحيح وحكمة كارها الله متعال حتما يك هدف درست ويك حكمة وفلسفية مشخصة لدهره وأنه لا يفعل الظلم ولا العبث الله متعال ظلم نمي كونات، ستام نمي كند وكار بيهودير انجام نمي دهت. نمي دهت. وأنه رؤوف بالعباد الله تعالى الرؤوف هس مهربان هس براي يفعل بهم ما هو الأسلح لهم والأنفع برای بندگان چیزی رو انجام میدهد که مناسب تر باشه برای حالشون انفع و اسلح برای اونها باشه بله. بله. و انه تعالی کلفهم تخییرا لا اجبارا الله متعال ها رو مکلف کرده و وظیفه داده به صورت مخیر نه نمج... اجبار یعنی اجباری در کار نیست بلکه انسان خودش مختار هست اختیار دانه قبول کنه اختیار دانا دانا. بله. بله. و وعدهم به ثوابه و مسلمانان را مؤمنان را به صورت کلی بندگانش را وعده داده برای ثواب برای کسی که اطاعت بکند و توعدهم بالعقاب و وعید داده بر حذر داشته از مجازات و عذاب خودش برای کسی که خلاف قبول نکن. نکنه علی لسان انبیائه و رسوله المعصومین علیهم السلام بر زبان انبیا و پیامبران معصوم خودش بحيث لا يجوز عليهم الخطأ ولا النسيان ولا المعاصي بجوني كبار انبياء ورسول خطاب نسيان مأسيات امكان بزير نس لا يجوز عليهم جايز نسيا نعم. امكان بزير و والا لم يبقى وثوق باقوالهم فتنتفي فائده البعثه به که اگر این گونه نباشد و الا اگر پیامبران خطا بکنند یا فراموش ب... بکنند یا معصیتی رو مرتکب بشوند هیچ گونه اعتمادی به اقوال اونها باقی نمیماند و در نتیجه فایده به اصد از بین خواهد رفت بله. ثم اردف الرساله بعد موت الرسول صلی الله علیه و آله بالائمه علیه السلام بعد از رسالت بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلام ائمه رو فرستاد فنصب اولياء معصومين اولياء معصوم نسب کرد تعیین کرد لیا امن الناس و من غلطهم و سهوهم و خطائهم تا اینکه مردم از بسلا غلط و سهو و خطا پرهیز باشند که اگر ائمه غیر معصومی می بودند احتمال داشت که به خطا و سهو و غلط کاری رو انجام بدن فین خادون الى اوامرهم و در نتیجه مردم باید منقاد اوامر این ائمه باشند چون معصوم هست بله لالا یخلی الله تعالی علی عالم من لطفه و رحمت چرا این ائمه معصومین رو الله متعال نصب کرد تا این که عالم از لطف و رحمت الله متعال خالی نباشد و بعد از اون برمیگردد به مسئله امامت رو و بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم اونو مطرح می کند که انشاءالله در ادامه برنامه اگر فرصت بود و الا در ادامه برنامه بعدی انشاءالله اونو مطرح خواهیم کرد بعد از اینکه این مسائل را بیان می کند که بسلا الله مطال پیامبر را فرستاد و بعد از آن الله مطال بعد از اینکه رسول الله از دنیا رفت حضرت علی و حسن و حسین تا آخر این ایمه دوازده گانه را مشخص کرد و نبی لم يموت الا عن وسیعت بل نهایتا می گه که پیانبر بدون وسیعت به امامت وفات نکردم و از دنیا نرفتن این مختصر مذهب شیعه دید یا رو را این گونه معرفی کردم صفحه بعدش میاد که و در یک کلام میاد و ذهب اهل سنت الى خلاف ذالک کل اهل سنت صد در صد بر خلاف کل این مطالبی هست که در مورد شیعه نقل کرده به یک جمله گفت هر جمعه. چیزی که اونجا گفتم اهل سنت خلاف اونها هر اونجا. چیزی که اونجا گفتن توضیح داده که این گونه هست و ذهب اهل سنت الى خلاف ذالک کلی اهل سنت مخالف تمام اینها هستند اکیدهشون بله برخلاف تمام این مطالبی که یک به یک من خدمت بینندگان عزیز بیان کردم اهل سنت برخلاف اینها رفتند خب نتیجه چی می شود فلم یثبتوا العدل والحکمت فی افعاله تعالی اهل سنت معتقد به عدل و حکمت در افعال الله متعال نیستند نه باوری به عدل دارند نه باوری باوری به حکمت دارن خب اهل سنت خودشون میشنوند این حرف ها رو شیعه همینه ها رو میشنوند الان اگر اهل سنتی هست که واقعا این گونه باشد خب این کلام متوجه با اون است حرف آقای هلی درسته و اگر نیست خب جواب هم که مشخصه میگه که اهل سنت قائل نیستن که الله تعالی عادل است و حکیم است عادل و حکیم مفهوم کلامش اینه بله توضیح میدین فلم يثبت العدله والحكمه في افعاله تعالى وجوز عليه فعل و اخلال بالواجب اهل سنت جایز می بر الله انجام دادن قبیح رو کار بد و نامناسب رو و اخلال به واجب رو یک چیزی برالله الله مطال واجب باشه الله مطال واجب رو انجام نده اخلال به واجب بکن اهل سنت اینو به اصطلاح جایز قرار و انه تعالی لا یفعل لغرض بل کل افعاله لا لغرض من الاغراض اهل سنت و الجماعت معتقدند که الله متعال کارها را بنابر هدف و, هدف انگ... و فلسفه مشخصی انجام نمیدهد بل کل افعاله لا لغرض من الاغراز تمام کارهای الله متعال بدون غرض و بدون هدف است تصویر واقعا جالبی از اهل سنت می ولا لحكمة و قطعا هیچ حکمتی در کاره الله متعال نیست اهل سنت این حرفا میزنن. آقای هلی اهل سنتی که داره به تصویر میکشه از دیدشون همچین آسون نیای هست بله و انه تعالی یفعل الظلم و العبث میگه اهل سنت معتقدند که الله مطال ظلم میکند و کارهای بیهوده میکند و انه لا یفعل ما هو الاسلح للعباد اهل سنت معتقدند که الله مطال اون چیزی رو که اصلح برای بندگان هست اون انجام نمیده بل ما هو الفساد فی الحقیقه بلکه دقیقا اون چیزی رو انجام میده برای بندگان که عین فساد هست لأن فعل المعاصي وأنواع الكفر والظلم وجميع أنواع الفساد الواقع في العالم مستندة إليه زيراً تمام الكارهه هايك في الدنيا أهم من المعاصي وأنواع الكفر والظلم تمام الفساد هايک در العالم عالم تفهمی وفته نسبت داده الله متعال تعال الله عن ذلك و در ادامه می و ان المطيع لا يستحق ثوابا اهل سنت میگویند که مطیع مستحق ثواب نیست کسی نماز و روزه و زکات و حج بده این مستحق ثواب نیست و عاصی لا يستحق عقابا اونم کسی که گناه انجام داده اونم مستحق عقاب نیست بل قد يعذب المطيع امکان داره که الله اونی که مطیع است اون عذاب بده طول عمری ال طول عمره اونی که یک عمر فقط اطاعت انجام داده اون در اخرت انجام بده عذاب بده, بده. المبالغ و فی امتثال اوامره اون کسی رو که در امتثال اوامر الهی مبالغه میکرده یعنی تا توان داشته امتثال اوامر میکرده اوامری تعالی که نبی صلی الله علیه و آله مانند رسول الله یعنی میگه که اهل سنت معتقدند که حتی رسول الله صلی الله علیه و رو هم امکان دارد که الله متعال عذاب بده در قیامت و یثیب العاصی و الله متعال امکان دارد که عاصی را طول عمره به انواع المعاصی کسی را که عاسی هست در طول عمرش انواع معاصی را انجام داده و ابلغها ها و کل این معاصی را انجام داده که ابلیس و فرعون مانند ابلیس و فرعون اینها را ببرد در بهشت و علیاز بیلا پیانبران را ببرد در جهنم و ان الانبیاء علیهم السلام غیر معصومین اهل سنت معتقدند که انبیاء معصوم نیستند بل قد یخوا منهم الخطا و الزلل و الفسوق و الكذب و السهو و غیر بلکه از پیامبران خطا و لغزش و فسوق و دروغ و سهو و غیر از انبیاء از انبیاء الهی در واقع امکان پذیر است و بعدش برمیگرده به همون مسئله امامت که اون رو دوباره با اون قسمت قبلی یک جامعه الان این تصویری هست که هم از شیعه کشیده و هم از اهل سنت و جماعت این اهل سنتی که این به تصویر کشیده این اهل سنت رو کجا دیده این اهل سنتی که آقای حد صحبت میکنه که الله رو عادل نمیدانن الله رو حکیم نمیدانن الله رو یعنی در افعالش بی حکمت میدانن ظالم میدانن نوز بالله و کسی که مستحق عبادت عبادت کرده و مستحق بهش هست امکان دارد دایت الله تعالی این رو نبخش هرگز تو رسول الله رو من جالب اینجا هست که آقای میلانی من کتابش رو مطالعه میکردم حالا از برنامه در اینجا وقتی که آقای هلی میگه و ذهب اهل سنت الی خلاف ذلك کله سریه دیگه از هر کسی بگه اهل سنت برخلاف این اهل سنت هم مشخصند مذاهب اهل سنت و الجماعت هم از نظر فقهی مشخصند و هم از نظر کلامی که اشعری و ماتریدی و بقیه و همچنین اهل سنت و الجماعت به صورت عمومی یعنی اهل حدیث و محدثین هستند وقتی که ابن تیمیه ایراد گرفته که اهل سنت و الجماعت کلمه بزرگ اهل سنت و الجماعت چون این اعتقادی رو ندارند، آقای میلانی اومده اینجا گفته خب این که مشخصه منظور آقای هلی هی تیز خودمون منظورش تمام اهل سنت نبودند منظورش فقط اشعری ها بودند حالا شما گیر داده که هلی گفته اهل سنت خب اهل سنت آقای هلی داره میگه که و ذهب اهل سنت ما غیر از اشعری ها اهل سنت دیگه هم داریم حتی در بود کلامی ما ماتوریده داریم معتزله داریم که اینا در مجموعه اهل سنت به صورت کلی یعنی خلفای سلاسه و عربه رو به همین ترتیب در واقع قبول دارند. غیر از این غیر از متکلمین اشعری و ماتوریدی و معتزلی ما اهل سنتی داریم که پیرو قرآن و سنت هستند مانند ائمه اربعه و محدثین و صحابه و تابعین و تبع تابعین که بودند هیچ ارتباطی قبل از پیدایش این مذاهب کلامی به وجود نمی‌آمد و جالب اینجاست بعد از این دوباره وقتی که میگه که کسی از اهل سنت این حرف رو نزده اول گفته که آقای میلانی میگه منظور آقای هلی منظور ساخته براش منظور ایشون اشعری بودن وقتی که شیخ الاسلام میاد اینو نقد میکنه میگه نه دلیل میاره برای این حرفایی که زده میره از معتزله در واقع دلیل میاره بله معتزله که گفتند که امکان داره که الله متعال یک فردی را که مطیع هست اون عذاب بده خب معتزله چی نسبتی با اهل سنت و جماعت دارن اگر هدف تو فقط و فقط اشعری هست خب چرا از معتزله دلیل میاری از اشعری دلیل بیار یا از ابن تیمیه که این کتاب رو نوشته از اخوال اون دلیل بیار به قول خودت از اخوال وهابی ها دلیل بیار متاسفانه در این مصداقیت رو نداره در این, مثل. این احل بر بر اینجا مثلا اهل سنتی که اینجا به تصویر کشیده مثلا اون اهل سنتی که همیشه روی مناور میگن دشمن اهل بیتن اینو بله. یه مقدار این مطالب رو بخاطر این بله بله که مطالب این کامل یعنی یک مشخص باشه برای بینندگان عزیز اولا این مطالبی رو که در اینجا آورده که الله مطال عدل و حکیم هست و فعل قبیه رو انجام نمیدهد اخلال به واجب انجام نمیدهد و کارهایش برای بر اساس حکمت و فلسفه هست و ظلم و عوضی رو اینها رو انجام به صورت کلی اینها مباحث کلامی هست مباحث کلامی هستند که قرنها بعد از حضرت علی رضی الله تعالی و اصل مطرح بودن مثلا امامت اینا در واقع به وجود آمده و این مسائل را به صورت کلی همین مسائلی رو ذکر کرده بلفرض که ما قبول بکنیم که آقای هلی در این تصویری که از مذهب شیعه و مذهب اهل سنت و جماعت کشیده صادق باشه و این تصویرش صد در صد دقیق باشه به فرض محال به فرض محال که اینگونه باشه باز هم این مسائلی رو که در اینجا به شیعه نسبت داده و خ خلافش رو بر به اهل سنت نسبت داده هیچ کدام از این مسائل جز مشخصه های روافظ و شیعه ها و اثنا ها نیستند وقتی شما میخواهید که مذهب شیعه امامی و اثناعشری رو معرفی بکنید باید جز مشخصه های این مذهب رو بگید که کسی دیگر با اونها اشتراک نداشته باشه بنا. و اگر کسی دیگر در این مشخصه در این محاسن و خوبی ها اشتراک داشته باشه خب همه میگند که خب شیعه هم این اعتقاد داره اهل سنت هم این اعتقاد داره و این مسائلی که در اینجا مطرح کرده اینها از ابتکارات شیعه نیست شیعه در تمام این مسائلی که در اینجا مطرح شده و تمام مسائل کلامی توفیلی هستند بر مذهب معتزله اصلا معتزیلی هستند در باب اخیده بزرگ مسائلی رو که میشن. در واقع اونها رو از باب امامت با این تعبیری که خودشون دارند اونها رو آوردن اضافه کردن اگر نه همون قالب اعتزال رو گرفتند و بر مذهب خودشون بر چی اینها رو گذاشتن پس من این وقتی که یک کسی میخواد یک عالمی در علامه در حد آقای هلی میخواد که تصویر دقیقی از مذهب شیعه بکشد شیعیان امامی ذهبت الامامیه تو باید مشخصه های امامی رو و مسائلی رو که اختصاصی به اصطلاح امامیه است مذهب امامی محاسینی رو که فقط در شیعه باشه، در امامیه باشه و غیر از شیعه چنین محاسینی رو نداشته باشه، اینها رو باید ذکر میکرد اما این مسائلی رو که در اینجا آورده عرض کردم، اینا برمیگرده به کلام معتزله. بسیاری از اینها کلام معتزله هست که شیعه اینها رو گرفتن و معتزله گرچه ما اونها را دا داخل در دایره مشخص اهل سنت و جماعت به در باب به معنی خاص نمیدونیم نعمل. اما به معنی عموم جز فرقه های اهل سنت هستند خصوصا وقتی که هدف ما از اهل سنت وقتی که در مورد امامت ما بحث میکنیم بحث کلی هست وقتی میگیم اهل سنت یعنی کسانی که معتقد به خلافت ابوبکر و عمر و عثمان هستند بانه. که در این زمینه معتزله هم داخلند اشاعره هم داخلند ماتریدی ها داخلند به قول آخرین وهابیون هم داخلند داخلن، سلفی و خلفی و حنفی و همشون داخلند در بحث خلافت همه با هم اتفاق, اتفاق نظر دارند دارن. امامت مورد داشته در این مسئله امامت که آقای هیلی میخواد رد بزند بر اهل سنت و جماعت تمام اهل سنت تمام فرقا با هم دیگر در واقع اتفاق نظر دارند اما این مسائلی رو که در اینجا ذکر کرده این مسائل و تانا برمیگرده به معتزله عقیده اشعری نیست عقیده ماتریدی نیست عقیده ائمه اربعه اهل سنت نیست عقیده محدثین اهل سنت نیست عقیده اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست پس بنابراین خود این طرحش و تصویر مذهب شیعه بین و برخلافش تصویر مذهب اهل سنت و جماعت این تصویر تصویر دقیقی نیست بلکه تصویر مغرضانه است برای یک فرد به ناآگاه نا مانند سلطان خداوانده اینا رو مطرح کرده که اون هم متاسفانه قبول کرده افرادی که به صلاح نادیده و حرفی رو بدون دلی در واقع قبول بکنه این یه نکته و نکته دیگر این مطالبی رو که در اینجا آورده همشون مطالب کلامی هست مطالب صرف عقلی هست که هیچ گونه منفعتی در دین و در شریعت برای ما نداره و نهایتا انسان این مسائل رو مطرح بکنه هی مثلا رد بزنه قبول بکنه و نقد بکنه نهایتش هیچ چیز از اینها برای انسان حاصل نمیشه با. بحث تئوری محض بله و اضافه بر این لازمه این اخوالی که در اینجا آقای هلی آورده اگر ایشون صادق بود در طرح کامل و تصویر کامل مذهب شیعه یا همون کسانی که هم عقیده با شیعه هستن در این مسائل مانند معتزله که شیعه این اخوال رو از معتزله گرفتن باید خب کامل میگفت این حرفش رو و این تصویری که در اینجا کشیده این تصویر کاملی نیست من جمله از این تفسیرهایی که میگه که الله متعال لا یفعل قبیحا ولا یخل بواجب انما تفعل تقول و ان افعاله انما تقو لغرض صحیح و حکمت و انه لا يفعل الظلم و لازمه اینها این است این که شیعه معتقد هست که الله متعال افعال مخلوقات رو خلق نکرده وقتی که میگه که الله متعال فعل قبیهی رو انجام نمیده یعنی این که اگر کسی مریض شد اینو الله مریض نکرده اگر کسی مرد خب کشتن یک فردی تصادف کردن این الله براش مقدر نکرده اگر کسی گناهی رو انجام داد این اصلا خدا اینو مقدر نکرده وقتی خدا مقدر نکرده لازمش این است که بسی که الله متعال افعال مخلوقات رو خلق نکرده باشه و در این زمینه آیات زیادی وجود داره در قرآن کریم اینا کلش این خلق ناه و بقدر ما همه چیز رو ما آفریدیم به یک تقدیر و به یک اندازه مشخصی ذالکم الله ربکم خالق و شی الله متعال خالق همه چیز هست والله و ما تعملون الله متعال هم شما را آفریده و هم اعمال شما را آفریده این هر چیزی که در دنیا هست همه آفریده در واقع الله متعال هست بحث آفریدن یک بحث کاملا جداگانه هست و بحث کسب یک بحث جداگانی هست اگر الله مطال انسان را معاخذه می کند به خاطر کسب خودش این،, این, کسبی که انسان انجام داده به خاطر اینکه گناهی را خودش با اختیار خودش انجام داده به این خاطر الله مطال انسان را در واقع معاخذه می کند. بس مفصل است که بین متکلم امام بخاری هم کتابی دار در این ولی در این زمینه با... به طور مثال مثلا اینها شیعه این معتزله به این که این حرفا رو وقتی میزنن معتقد بین هستند که الله متعال نمیتواند که یک گمراهی رو به صلاح هدایت بکند زیرا که الله متعال میخواد هدایت بکند اما اون گمراه میخواد که هدایت نشود خب هدایت نمیشه یعنی خواست یک فرد کافر و گمراه بر الله متعال در واقع مقدم هست اینها معتقد هستن لازمه این اقوالشون این است که الله متعال مؤمنان و کافران را به یک اندازه به صلاح بر اونها لطف و رحمت داره یعنی همون لطفی رو که الله متعال میگه که لطف بر الله متعال واجب نسبت به بندگان همون لطفی که از جانب الله متعال واجب هست که برای حضرت علی انجام بده دقیقا همون لطف رو باید واجبه که برای ابو جهل انجام بده بله. یعنی دقیقا همون لطفی رو که به علی کرده همون لطف به فلان کافر هم در واقع اینو انجام داده, داده. و مثلا در اینجا میگد که و انه رعوف ما در این شکل نداریم آیاتی که در این زمینه در قرآن کریم هستند در مورد این که الله مطال عادل هست که در اینجا مثلا میگوید که اهل سنت و الجماعت معتقدند که الله مطال عادل نیست و الله مطال ظلم میکند و الله متعال به کارهایی که انجام میدهد بیهوده هست بدون هدف انجام میدهد اینها در واقع یعنی آیات قرآن کریم اهل سنت و الجماعت دیگه از قرآن دلیلی بالاتر ندارند که در ده ها آیه از قرآن کریم الله الله متعال از خودش نفی ظلم کرده که الله متعال بی زمان مثقال ذره و ما انا للا عبید و آیات بسیار زیادی در اینجا هست مثلا در روایتی که در سنی مسلم هست الله متعال میگوید یا عبادی اینی حرمت ظلم علا نفسی فلا تظالمو من ظلم را بر خودم حرام کردم شما هم در میان خودتان ظلم نکنید این عقیده مشخصه این عقید این عقید عقید هیچ گونه اهل سنت و جماعتی شما پیدا نمی کنید که بگوید الله متعال ظالم هست اون گونه که آقای هیلی مطرح کرده شما هیچ اهل سنت و جماعتی رو پیدا نمیتونید پیدا بکنید که بگه الله متعال حکیم نیست آیاتی که در آیات قرآن کریم هست در مورد حکمت الله متعال آیات قابل نه قابل توجیه و تعویلی هست و نه قابل ردی هست پس بنابراین این تصویری رو که در اینجا آقای هلی کشیده یک تصویر کاملا به نادرستی هست یک نقطه در اینجا هست میگه و ان روف بل یفعل بهم ما هو الاصلح و لهم و یک نظریه سر به اصطلاح تئوری هست که میگن که برای الله متعال واجب هست همون چیزی رو که اصلح و انفع هست برای به اصطلاح بقیه باید انجام بده برای بندگان انجام بده اولا این مسئله مسئله شیعه نیست عقیده عقیده شیعه نیست که عرض کردن جز مشخصات نیست بلکه این مسئله این عقیده جز عقاید معتزله هست جزء عقاید هست که بحث اصله و انفع بحث این که به فعل قبیح و تحسین و تقبیح اخلاق تمام این مسائل هست اینا رو همه از معتزله گرفتن و این که در اینجا اینو نسبت داده بشه که من نوروف بل عباد یفعل بهم ما هو الاصله لهم والانفع عرض کردم که این اختصاصی به شیعه نداره اگر این واقعا حق باشه خب در دایره وسیع و گسترده اهل سنت و جماعت اصلا بنیانگذاران این نظریه معتزله بودند و معتزل معتقد به امامت خلفای سلاسه هستند که از در واقع به این معنی اونها حساب نمیشن در این زمین یک مناظره بسیار جالبی هست در نقل شده در کتابها که در میان ابوالحسن اشعری که امام به صلاح اشعال اشعال بیشون نسبت دارند و میان ابو علی جبایی که رأس معتزله در زمان خودش بود مانه. در مورد همین مسئله با هم دیگر یک به صلاح مباحثه ای رو داشتند که مناظری رو در واقع داشتند آقای ابوالحسن اشعری رحمت الله علیه به جبایی گفت جبایی خب معتقد بر این است که برای الله متعال بر الله مطال واجب هست که اصلح را اون چیزی که مناسب تر هست برای بنده اونو باید در حقش انجام بده وگرنه ظلم میشه اگر اصلح رو انجام نداد ظلم میشه و الله مطال از این به سلام بری هست و دوره با این تعبیری که آقایم دارم خب اول حسن عشره بیشون گفت خب سه تا برادر هست. سه تا برادر بودن یکیشون از اونها به بزرگ شد مسلمان شد مؤمن بود انسان درستکاری بود این از دنیا رفت خب میگه که این کجای جاش خب بر الله مطال واجب هست که مطیع رو باقیه. ببر جنت ببر جنت ببر. یکی در بهشت میره خب نفر دومی کافر بود برادر دوم کافر بود بزرگ شده بود به عقل و بلوغ رسیده بود و کافر شد تمام عمرش در گناهانی رو انجام داد خب این یکی کجا هست گفت خب باید که بره به جهنم دیگه خب برادر سوم کوچک بود در کوچکی مرد خب این بدون یعنی قبل از اینکه بالغ بشه این مورد سن تکلیف نرسیده سن تکلیف نرسیده بود خب این کجا میره گفت این نه جهنم میره و نه بهشت میره خب این کاری انجام نداد منظرتون بین مزرته بله. این گیر میکنه نه جهنم بهشت میره نه اون جایگاه بالا در بهشت پیدا میکنه چون که عملی رو انجام نداده نابالغ بوده و نه اینکه به جهنم میره چون که گناهی رو انجام نداده گفت که خب اگر این که به صلاح الله متعال به صلاح این بچه کوچک اعتراض بکنه به الله متعال پروردگار چرا منو نگذاشتی که مثل برادر اولم بزرگ بشم مؤمن بشم کار خیر انجام بدم نهایتا برم در بهشت و اون جایگاه بلند بهشت رو من کسب بکنم الله متعال بهش چی جواب میده این جبایی گفت الله متعال واسه واضحه بهش میگه که من بهتر میدونستم اصلا در حق تو این بود که تو در کوچکی بیمیری من میدونستم اگر بزرگ بشی، کافر میشی و گناه انجام میدی و میری جهنم. بین خاطر من تو رو در کوچکی از دنیا بردم که این اصله هست برای تو. شیخ عبالحسن اشری گفت خب اون برادر کافر میگه خدا تو که میدانستی که من وقتی بزرگ بشم کافر میشم. خب چرا منو گذاشتی من بزرگ بشم، عاقل بشم، بالغ بشم، دوباره برم کافر بشم، الان جایم تو جهنم باشه؟ الان خدا به این چه جواب میده؟ گیر کرد اینجا دیگه. گیر کرد در اینجا اگر واقعا معیار این عقلی باشه به این گونه که شما مطرح میکنید در واقع این نشگی معتزله است این... کمی چیزی میخوان با عقل بسنجن بله عقل, عقل گرایانه معتزله هست که من. در این گونه مطرح کردن گفتن اینا مسائلی هست که شیعه اینها رو از معتزله گرفتن اگر اینا حق باشند خب اینا در دایره کلی اهل سنت داخلند به این معنی که معتزله معتقد به امامت و صحت خلافت ابوبکر بکر، عمر و عثمان هستند که اهل سنت و جماعت اینها را در باب عقیده قبول ندارند که اشعری هم اشعری و هم ماتوریدی و هم عموم بقیه اهل سنت و جماعت اهل حدیث و محدثین تمام با معتزله در واقع در این گونه مسائل صد در صد مخالفند و اینها را نمیشه جز عقیده اهل سنت و جماعت قرار داد وقتی ما میگیم عقیده اهل سنت و جماعت یعنی اینکه برخلاف عقیده معتزله هست و در دایره منحصرتر بر میگردیم اخیده رسول الله و اخیده صحابه تابعین و تبع تابعین و ائمه بزرگوار ما اخیده اصلی اهل سنت و الجماعت این مباحث کلامی که اشعری و ماتریدی و بقیه مسائلی که به وجود آمده اینا یک سری دفاعی هایی بودند در یک مقطع زمانی در رد انحرافات معتزله که متاسفانه امروزه بانوان عنوان متکلمین اهل سنت یا دفاعیات اهل یا به منوان عقیده اهل سنت در واقع باقی مانده عقیده اهل سنت و جماعت این نیست اشعریت و ماتریدیت عقیده اهل سنت و جماعت نیست بلکه مکتب اشعری و ماتریدی یک سری روی کرده های دفاعی بوده در مقابل عقل قرایی معتزله که میخواستن با همون حربه معتزله اون مسائل رو در واقع پاسخ بدن و این همه این حرکت ها بعد از این شروع شد که ما ترجمه کتاب های فلسفه و منطق یونانی رو به زبان عربی داشتیم و در بین امت شیوع پیدا کرد و علما خواستن در برابر عقل گرایی های اونها دفاع بکنن که این یک همونجوری که شما فهمیدید یک مسئله دفاعی بود نه یک اصلی که ما بتونیم اون رو بپذیریم در ادامه ایشون میگه که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم الله متعال فنسب اولیاء معصومین اولیاء معصومی رو الله متعال نسب کرد تعیین کرد اونها رو برای امامت تا اینکه مردم دچار خطا و سهم و بقیه نشوند و علت این که الله متعال اینها را نصب کرد این است که لالا یخلی الله تعالی العالم من لطفه و رحمتی تا اینکه الله متعال عالم را از لطف و رحمت خودش خالی نکند در اینجا یک سوالی به وجود میاد که الله متعال این امامان شیعه اسنا عشری رو برای اینکه لطفی کرده باشه و عالم از لطف الهی و رحمت الهی خالی نباشد اینها را دوازده امام رو منصوب کرد دلیل هم اینجا میگه لالا یخلی الله تعالی تا اینکه الله مطال خالی نگذارد عالم را از لطف و رحمت زیر که لطف بر الله مطال واجب هست و اگر این امامان رو نسب نمی کرد این نمی کر در واقع خلاف لطف بود لطفی رو الله مطال در واقع لطف الله مطال و رحمت الله مطال در عالم نمی. اینجا از نظر اخیلی یک کسی یه یعنی خودش فکر بکنه خب دوازده تا امام رو الله مطال به خاطر اینکه لطفی به ما کرده باشه این دوازده امام رو تعیین کرد اما به این دوازده امام هیچ گونه صلاحیتی نداد نه قدرتی داد نه سلطنتی داد نه هم که پیروانی در واقع داد اینها از نظر فقی هم بسیار از اونها هیچ چیزی از اینها مانند مهدی هیچ چیزی ازش نقل نشده و هیچ رهنمودی، توجیهی هیچ گونه واعظی، نصیحتی از این امام اصلا نشنیدیم این چه جای لطفی هست که الله مطال امامانی رو مشخص بکنه نصب بکنه که شما نمایندگان من هستی نمایندگان پیامبر من هستی اما هیچ قدرت اجرایی بینها ندهد بگونه ای که اینها در تمام امامانشون مجبور بودن تقیه بکنند خلاف واقع بگن مجبور بودن خودشون پنهان بشوند مجبور بودن در زندان بیفتند این چه لطفی هست که الله متعال اینها رو برای ما مشخص کرده که حتما اینها امامند منصوب از جانب الله متعالند اما هیچ کدام از اینها قدرت اجرایی هم در واقع نداشته باش این کجاش با لطف الله متعال سازگاره این قدرتشون ایم. میگن فرابشری هست ظاهرا خب. اگه نظر اون پوستانی شفا میدن کمک میکنن خب. به داد پیروانشون میرسن عملا در تاریخ ثابت نشده که هیچ کدامی از این ائمه اون قدرت فرابشری رو که برایشون معتقدند و معجزاتی رو که دارن از اونا استفاده کرده باشه برای احقاق حق حتی برای خودشون؟ حتی برای خودشون چرا تمام ائمه مجبور بودن تقیه بکنن؟ چرا تمام ائمه اونگونه که خودشون در روایات دارند یا به قتل و شمشیر مردند یا اینکه مسموم و مردند حتی از اون قدرت خودشون برای حفظ جان خودشون یا برای دفع اذیت از و آزاری که از حکام ظالم در زمانشون بوده هیچ کدوم از اینها استفاده نکردن و هیچ کدامشون برای از این قدرت خودشون برای احقاق حق و برای منتشر کردن مذهب شیعه اسناشری و امامی و منتشر کردن بحث امامت هیچ کدوم از این ائمه در واقع استفاده نکردن لطف خاموشی بوده و گذشته از این اک... چین چه لطفی هست که الله متعال لطف کرده بر بندگان که اومدن تمام مسلمانان به استثناییه به این کافر شده به این اعتقادی رو ندارن و به خاطر همین لطف الهی هست که مردم همه کافر شدن به امامت و همشون در واقع بنا بر جهنمی هستن که شیعه معتقد هست که هر کسی که حتی یک امامی از دوازده امام رو در واقع قبول نکند اون دیگه مسلمان نیست و کافر هست و داریم مثلا روایات بسیار زیادی رو در واقع دارند. خب این مسئله لطفی که الله مطال کرده نتیجهش این بوده که یک طیف گسترده و اکثریت مسلمانان در واقع ناسیبی باشند و این امامت رو قبول نکنند گذشته از این که این امامان هیچ کدام در زمان خودشون هیچ گونه قدرت اجرایی رو هم الله مطال به اینها نداده بوده این ظاهرا با لطف سازگاری نداره خیلی ممنونم حضرت مولانا اجازه بدید میام برنامه تو بگیریم باز می‌گردیم در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود بعد از اینجا برم با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران همچنان با شما هستیم با ادامه قسمت دیگر از برنامه های حق ستیز و حق شناس با بررسی کتاب منهاج الکرامه شیخ حلی شیعی که درباره اثبات امامت دوازده امام مورد ادعای شیعه این کتاب رو تعریف کرده و حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه پاسخی داده است بر این کتاب 700 سال پیش کتاب امروز کسی نتوانسته پاسخ کتاب منهاج السنه شیخ الاسلام ابن تیمیه رو برای ایشان بنویسد و شاگردان ایشان مختصر کتاب منهاج السنه شیخ الاسلام ابن تیمیه رو عزیزانی که میخوان میتونن از کتابخانه خانه یقیده دریافت بکنن فارسی ترجمه فارسی مختصر کتاب منهاج سنه شیخ ابن تیمیه در این سایت دو تا ترجمه هست یک ترجمه مختصری که علامه زهبی شاگرد امام زهبی شاگرد شیخ الاسلام تیمیه نوشته و علامه برقی ایشون رو ترجمه کرده این کتاب کتاب امام زهبی رو و مختصر دیگری که معاصر هست و شیخ عبدالله غنیمان از اساتید دانشگاه اسلامی مدنی منوره و اساتید حلقه های درس حرم نبوی شریف در سالهای گذشته این کتاب رو خلاصه کرده و شیخ ساق دبیری رحمت الله علیه از شخصیت های شناخته شده جنوب کشور ایران ترجمه کردن این کتاب رو و این کتاب رو پیشنهاد میکنیم برای شما عزیزان که دسترسی پیدا بکنید و مطالعه بکنید از اتمنا در چند دقیقه که فرصت باقی مونده این سال پیش میاد حالا این کتاب هلی علامه هلی به قول شیعه شما در اولین قسمت این برنامه فرمودید که اگر بخوایم مختصر بکنیم جایگاه هلی رو نزد شیعه شخصیت مثل شیخ حسام تیمی نظر سنت چه جایگاهی داره هلی نزد شیعه این گونه است شیخ حسام نزد ما بر حال امام است برای خود مم. کافی کافیه که فقط شاگردان شما اسم ببریم امام ابن کثیر امام ذهبی امام ابل حنفی و یا ابن قیم جوزی شاگردان شیخ حسام تیمی است و در این کتاب آقای هلی که انتظار میره ازش بالاخره صحبتش وزنی داشته باشه حداقل صداقت در طرح موضوع باشه در مسائل ما در ابتدای این بحث وقتی که میبینیم شروع میکنه اهل سنت رو میخواد معرفی بکنه از ابتدا تا انتها دروغ هست یعنی با کمال وضاحت داره دروغ میگه اهل سنت خدا رو ظالم میدانن عادل نمیدانن حکیم نمیدانند و این صحبت هایی که هیچ اهل سنتی در طول تاریخ مطرح نکرد جاهای دیگه هم میشنویم که همیشه شیعه و علمایشون ادعا میکنن که اهل سنت دشمنان اهل بیتن به عنوان نمونه چیزی که اصلا هیچ سنی در طول تاریخ نبوده که دشمن اهل بیت باشه دشمن فاطمه زهرا امام حسن امام حسین من که ما اسم فاطمه و حسن و حسین در بین اهل سنت داریم شیعه نداره و انقدری که ما اسم فاطمه داریم مثلا عایشه حتی اسم عایشه نداریم در بین اهل سنت و نه به خاطر ترس از نه به خاطر تقیی این کارو نمی کنیم بخاطر حب به نسبت به اهل بیت است چرا انقدر توسل به دروغ چرا جرأت نمی کنن علمای شیعه حقیقت رو مطرح بکنن همون که ما داریم رو خط به خط میخونیم و پاسخ میدیم یا یعنی یکی از کتاب های ما رو باز بکنن خط به خط بخونن و پاسخ بدن چرا باید دروغ بگن اصل در مثلا این قضیه بحث امامت که اساسی ترین بحث مورد اختلاف در میان شیعه و اهل سنت و جماعت هست شیعه و یک به صلاح جدا از عموم مسلمانان هست برای خودشون یک مبنایی رو قرار دادند که باید با همه چیز اهل سنت و عموم مسلمانان باید مخالفت بکنند وجود شیعه و اظهار وجود و بقایشی بر این هست که در واقع جدا باشه یک مسیر کاملا جداگانی از اهل سنت و عموم مسلمانان در واقع داشته باشه بین خاطر در کتابهایشون به صورت کلی ما میبینیم که مخالف العامت ففیه الرشاد هر چیزی که مخالف با عامه مسلمانان باشه رشاد و هدایت و مثلا رضایت الله و رسول در واقع در اون هست یعنی اساس کارشون با مخالفت با عموم مسلمانان هست و در این زمینه اومدن مسئله امامت را به عنوان بزرگترین مسئله مورد اختلافی در میان شیعه و سنی مطرح کردند و چون این امامت ای برای مسلمانان هیچ گونه جایگاهی رو نداره یعنی مسلمانان نصر رو چیزی که برای مسلمانان محترم هست و نصر رو از اون میگیرند دستورات الله و رسول میگیرند اولش قرآن کریم هست اون چیزی که در قرآن اومده باشه هیچ انسان مسلمان شیعه سنی نمیتواند که بر آن خلاف آن رو در واقع انجام بدهد بله. یا احادیث صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه امامتی را که شیعه معتقد هست این شیعیان اسناعشری معتقد هستند با این کیفیتی که شیعه امامت را پذیرفته که امامت یک منصب الهی باشد و قرین نبوت باشد و جایگاهش در حد نبوت اگر بالاتر نباشد در حد نبوت است و استمرار نبوت است و امام باید منسوس باشد و دقیقا همان صفاتی را که پیامبر دارد دقیقا همان صفات را و احیانا بالاتر از اونها را در ادعای روایات باید در واقع امام داشته باشند خب وقتی که این ادعاها رو آوردند و مطرح کردند خب در پی این باید برای دلیل بگردند یعنی اول اومدند یک امامتی رو از جانب خودشون طرح ریزی کردند از نظر تئوری و نظری اون رو ساختند و پرداختند بعد از آن رفتن سراغ قرآن و سراغ احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم و سراغ سیرت رسول الله صلی اللہ علیه و رسول الله صلی اللہ علیه وسلم که برای این امامت دلایلی رو به دست پیدا کرد بله و در قرآن کریم دلیلی برای امامت با این طرح شیعه وجود ندارد در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین دلیلی رو ما نداریم در سیره رسول الله چنین دلیلی رو ما نداریم حتی در کلام خود ائمه شیعه چنین دلیلی رو که صحیح باشه و دلالت بر امامت اثنا عشر بکنه چنین چیزی رو ما نداریم سیرت و زندگی تمامی ائمه اثنا عشر شیعه برخلاف عقیده امامت و اسمت و منسوس بودن امامت هستند خب قطعا اگر شیعه بخواهند که آن گونه که عموم مسلمانان قرآن را فهمیدند یا احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم را فهمیدند اگر بخواهند که آن آیات را و اون فهم را مطرح بکنند جایگاهی برای مسئله امامت در واقع باقی نمیماند نمیتوانند نمی توانند که چونین این انحرافی رو که از جامعه اسلامی به وجود آمده نمی توانند این را در واقع ثابت بکنند مجبور هستند که برای این بروند سراغ تعویل آیات آیات را تعویل بکنند روایات ضعیف یا روایات جعلی و روایات ساخته و پرداخته دشمنان اسلام را و روایات موضوع را بیانند بزرگ بکنند اینا را مطرح بکنند و در مقابلش روایات صحیح را افراد به صلاح عادل را و افراد سخه را اینها را در واقع کنار بزنند مواردی را که مورد اتفاق مسلمانان هست و با عقل و نقل سازگاری دارد اینها را کنار بزنند و از طرف دیگر بیایند مواردی را که برخلاف عقل هست روایاتی را رو که از نظر عقل و از نظر نقل اونها موضوع هستند ساختگی هستند اینها را بزرگ بکنند چیزهایی را که متواتر هست اونها را رد می کنند و مواردی را که شاز هست در حد تواتر اونها را در واقع قبول می کنند. اگر آقای هلی بخواهد که واقعا در طرح و نظر عقیده اهل سنت و جماعت صادق باشد در واقع جایی برای ایراد گرفتن نیست نمی تواند فردی را مانند سلطان خداونده رو فریب بدهد اون رو به دین و آین خودش در واقع بکشاند و قطعا وقتی میخواد یک کسی رو مثلا به مذهب خودش بیاورند مذهب خودش رو تا جایی که میتواند ولا اینکه به دروغ باشد اون رو زیبا جلوه میدهد و مذهب مخالف رو تا جایی که میتواند خلاف واقع و احیانا به دروغ متوسل میشود مانند این مسائل که اهل سنت و جماعت معتقد هستند که الله مطال حکیم نیست معتقد هستند که کار الله مطال بیهوده هست معتقد هستند که الله مطال ظلم میکند این رو کدام اهل سنت و چنین حرفی رو زده؟ تا به امروز حتی کسانی که دفاع میکنند از آقای هلی نتونستن ثابت بکنند که اهل سنت و الجماعت امام ابو حنیفه مالک شافعی هر امامی از ائمه اهل سنت رو که مد نظر دارند خود اول اشعری را یا ابو منصور ماتوریدی را که جز ائمه اشعری و ماتوریدی هستند بیان از اونها یک نقلی رو بیارند که اونا گفته باشند که الله متعال حکیم نیست الله متعال ظلم میکند کارهای الله متعال بیهوده است چون این چیزی اصلا وجود ندارد نه در دایره اشعریت و ماتوریدیت و نه در دایره بسلا مکتب محدثین و اهل حدیث که محدثین هستند یا ایمه اربعه اهل سنت و الجماعت هستند چون این چیزی رو ما سراغ نداریم پس راه نمیمونه جز دروغ. ممنونم حضرت وانو از اینکه وقتتون رو در اختار ما و بینندگان عزیز گذاشتید همچنین از همه شما عزیزان که تا لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید ممنون و سپاس کذارم در برنامه های بعد باز قرائت این کتاب را ادامه خواهیم داد به همراه شما خوبان و سربران تا برنامه بعد همه شما عزیزان را الله مطال می سپارم الله یارو شما